Siri! پارت اول فصل سوم سریال ویچر هم پخش شد و خب تو این ویدیو هم میریم سراغ بررسی این پارت و در مورد تمام نکاتی که داخلش بود و لازمه بدونید هم با هم دیگه حرف میزنیم. این که قراره چطوری هنری جاش با لیام عوض بشه هم مطمئنن قراره در موردش بهتون توضیحات کامل تری بدم و یه چند تا تئوری هم بدیم که چطوری همچین اتفاق قراره که پیش بیادش. و قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدی. همونطورم که میدونی من شاهین عزیزم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ پارت اول. Just know there is only one way you do not lose her. And if I refuse to join your side, there will always be enemies waiting for you. Should have chosen a side, Witcher. اول اینجا بهتون یه نکته‌ای بگم تا یه مقدار اطلاعاتتون بیشتر بشه، چون بارها دیدم جایی که کامنت میذارم بچه‌ها معمولا در مورد این صحبت میکنن که چرا انقدر تعداد قسمت‌های این فصل کم بود، قراره کی دو مرتبه بقیه‌اش پخش بشه و خب این سوالیه که توی ذهن همتون داره میچرخه. این سریال برای فصل دومش از قبلم اعلام کرده بودن که قراره دو تا پارت داشته باشه و در مجموع 8 تا قسمت داره. الان 5 تا قسمتش رو توی پارت اول خب دیدیمش و قراره که 3 تا قسمت پایانی که از این فصل میمونه رو توی پارت دومش ببینیم و پارت دوم تقریبا کمتر از یک ماه دیگه میادش و میتونیم این فصل رو تمومش بکنیم و بره پی کارش. فقط یه نکته اصلی که میمونه اینجاست که قراره که این فصل تا انتهای مسیرش با هنری همراه باشه و فصل چهارمی که لیام میادش یا انتهای قسمتی که در آخر این فصل قراره ببینیم شاید بیان و لیام و جانشین هنری بکنن. بیشتر اتفاقاتی که داره توی فصل سوم میفته برگرفته شده از کتاب دوران حقارته، همونطوری که فصل دوم بیشتر اتفاقا برگرفته شده از خونه الفا و فصل چهارم قراره که برگرفته شده از روی کتاب غسل آتش باشه. فقط یه نکته که اینجا وجود داره اینه که تا حدودی برگرفته از روی کتابه و خب خودتون میدونید دیگه، اونایی که کتاب خونده باشن میدونن کارگردان و تیم نویسنده اینا اومدن کتاب ورق زدن، یه چند تا صفحه نگاه کردن، هر جا که اسم گرالت بوده یه چند تا خط خوندن گذاشتن ازش رفته و خب نتیجه میشه این چیزی که توی سریال داریم میبینیم. و به این دوران حقارت اگه نگاه بکنید توی دیالوگایی که شخصیت‌های مختلف هم میگن اشاره میشه. شما اینجا دارید میبینید که توی حرفایی که به گرالت زده میشه به خاطر اینکه بی‌طرفی خودش رو اعلام کرده و فقط طرف سیری رو گرفته و تنها هدفی که داره مراقبت کردن از اونه، میبینید که بارها میان بهش پیشنهادهای مختلف میدن و به این موضوع اشاره میکنن که تو اشتباه کردی که یه طرف رو انتخاب نکردی، مثل حرفی که دکسترا بهش زد یا از طرف دیگه ویلگی فورس هم دیدید که اومد توی حرفایی که بهش زد به این موضوع اشاره کردش. این بی‌طرف بودن و این تیکه که بهش مینازن که اشتباه کردی این کارو انجام دادی احتمالاً همون نقطه ایه که باعث میشه که جای هنری با لیام عوض بشه توی اتفاقاتی که قراره که برای گرالت پیش بیادش. این فصل تمرکز خیلی بیشتری روی رابطه ای که گرالت با سیری و از طرف دیگه با ینیفر داره گذاشته و دارید میبینید که گرالت تبدیل به یه پدر خوب برای سیری و از طرف دیگه هم ینیفر تبدیل به یه مادر خوب شده و اینطوریه که ینیفر به اون آرزویی که داره میرسه، چون میدونیم ین همیشه دنبال این بود که بتونه بچه دار بشه ولی خب بین آرزو این که بخواد بچه دار بشه یا قدرتاشو تکمیل بکنه یه چیزی رو انتخاب کرد و اینطوریه که دیگه الان اون نمیتونه به اون آرزویی که داشته برسه و سیری به عنوان دختریه که اون الان داره و میتونه ازش مراقبت کنه. و کسایی که بازی انجام داده باشن خیلی درک بهتری نسبت به این رابطه‌ای که گرالت و ینیفر با سیری داره دارن و میتونن خیلی راحت‌تر اونو لمسش بکنن. نکته بعدی که میخوام اینجا بهتون بگم اینه که بالاخره قراره که چهره گرالت تغییر بکنه، یعنی هنری تبدیل بشه به لیام و این اتفاق احتمالاً با درگیری و مبارزه‌ای که قرار گرالت با ویلگفورس داشته باشه اتفاق میفته. چون دارید میبینید دیگه الان اونو دارن به عنوان یه کاراکتر شرور نشون میدن، البته فعلا به عنوان یه کاراکتر خیلی شروری دارن اونو نشونش میدن و به نظر میرسه که اون الان خیلی خفن‌تر از تمام کاراکترهایی که دیدیم. و خب دارید نگاه میکنید شخصیت‌های شرور دیگه و آدمایی که دنبال منفعتشون هستن به ما نشون میدن، مثلا اتفاقاتی که برای نیفگاردیا داره میفته، پدر سیری و الفا و دکسترا اینا و تمام گروهایی که داریم میبینیم دنبال اینن که بتونن سیری رو به دست بیارن تا قدرت اون به نفع خودشون استفاده بکنن و تنها هدفی که دارن اینه که اون نیروها رو به دست بیارن تا خودشون به عنوان یه قدرت مطلق بشن.
توی کتاب اتفاقاتی که میفته گرالت و ویلگیفورس با هم دیگه مبارزه میکنن و توی اون درگیریایی که دارن خب همین حرکتایی که داره اینجا انجام میده توی کتاب هم وجود داشت. اون بچه‌ها رو میگیره روشون آزمایش میکرد و خب این اتفاق جلو میره تا جایی که اون حتی ین هم میگیره و میخواد ازش استفاده بکنه. توی این درگیریاست که گرالت وارد ماجرا میشه و خب با استفاده از اون سنگی که داره و قدرت توهم زایی که وجود داره میادش و جلوی این شخصیت رو میگیره و دخلش رو میاره. حالا اتفاقاتی که توی سریال میتونه جلو بره اینطوریه که احتمال داره این دو نفر با همدیگه درگیر بشن و گرالت یه شکست سنگینی از اون بخوره و تو اون شکستی که میخوره شاید اون با قدرتی که داره و آتیش مثلا بیاد بزنه صورت گرالت رو بسوزونه و اینجاست که تا روند درمانی صورت گرالت بخواد جلو بره تغییر چهرش انجام بشه و هنری تبدیل به لیام بشه. تو این فصل می‌بینید که یه مقداری تمرکزش ابتدای فصل روی رینس بود و کارهایی که داشت انجام میداد، بعدا متوجه شدیم که بالاخره یه جادوگر و یه قدرت بالاتری هم از اون هست و اون داره برای اون کار انجام میده و توی روند اتفاقاتی که داشتیم جلو میمدیم تمام مسیر به سمت استر کشیده شد و همه فکر کردن اونه که داره این کارا رو انجام میده. اون کلا آدم احمقی، البته این ایده و اعتقادات احمقانه هم داره مثلا حرفایی که خودش زد، ولی دارید میبینید که کاملا براش پاپوشو درست کردن و در کنار اسم تمام دخترایی که گم شده بود میبینیم که یه کتاب خیلی مهم هم اونجاست. Book of Malolets که داریم اینجا میبینیم همون کتابیه که توی اسپیناف ویچر هم بود و در موردش متوجه شدید که الفا از طریق اون و قدرتی که تونسته بودن به دست بیارن، قدرت تلپورت رو به دست آورده بودن و میتونستن توی زمان و مکانهای مختلف برن و وارد مولتیورس های دیگه، زمین های دیگه، نقطه های مختلف دیگه بشن. البته الفا اولش از این وسیله فقط به عنوان این استفاده میکردن تا وسایل خودشون رو جابجا بکنن، ولی یواش یواش به فکر این افتادن یه سریشون تو قدرت کامل اون کتابو به دست بیارن و بتونن حسابی از اون نیرویی که داره استفاده بکنن. قدرت هرج و مرجی که اونجا وجود داره و اون جادویی که کتاب به صاحب خودش یاد میده اینطوریه که میتونه توی مولتیورس‌های مختلف حرکت بکنه، میتونه سفر در زمان داشته باشه و دروازه‌های تلپورتی مختلفی رو به جای مختلف باز بکنه و حسابی اونو خطرناکش میکنه چون دیگه کنترل کاملی روی زمان و مکان داره و اینطوریه که قدرت زیادی به صاحب خودش میده و برای همین هم هستش که مینی جادوگر و حسابی از دیدن اون کتاب تعجب میکنن و میترسن که دست کسی بیفته. و خب سیری هم تا حدودی به این قدرت و دسترسی داره به خاطر حالا اون خونی که توی بدنش جریان داره. میبینید که یه بارم توی فصل دوم یه دونه اون دریچه ها رو باز میکنه و یه سری موجود رو وارد زمین ویچر میکنه و داره نشون میده که اون قدرتی که سیری دارم اگه در کنار کتاب قرار بگیره میتونه حسابی خطرناک باشه. شما دارید اینجا متوجه میشید تمام پاپوشایی که برای استر پیش اومده بود خب ویلگفورس بوده که انجامش داده و یه نکته هم در موردش میفهمیم که اون با یه شخصیتی به اسم لیدیا هم همراه بوده قبلا و متوجه میشیم که اونا هم عاشق همدیگه بودن و همدیگه خوششون میومده و اینطوریه که این سیاستیه که این شخصیت داره و الان داریم میبینیم که از یه شخصیت دیگه مثل تسیا هم داره استفاده میکنه. و خب یه نکته هم در موردش بهتون بگم، توی رفتارهایی که تسیا داره دارید میبینید که به نظر میرسه که طرف ویلگفورس باشه و میدونه که داره چی کار میکنه، چون رفتار خیلی جالبی هم با سیری نداشته و مدل نگاهش و اون حالتهای رفتاری مختلف و حرفایی که میزنه یه طورایی داره نشون میده که احتمالاً جهت خودشو عوض کرده. یه اتفاق مسخره‌ای که انتهای این پارت دیدیم جایی بودش که دید دکسترا اومد و چاقوش زیر گردن گرالت گذاشت. خب ما میدونیم که گرالت قراره که ست قسمت بعدی هم باشه، اصلا خب گرالت شخصیت اصلی داستان ماه و این سکانس رو نشون دادن و اومدن دکسترا یه مقداری به نظرم جالب نبود. میتونستن نیم فصل رو با یه هیجان بیشتری تمومش بکنن چون میدونیم بالاخره گرالت میاد و تو اون ست قسمت بعدی هم حضور داره، ولی خب این احتمال هم وجود داره که دکسترا چون آدمیه که همیشه با سیاست رفتار میکنه شاید بعد از اینکه چاقو رو زیر گلوی گرالت گرفته سعی بکنه باهاش یه معامله خاصی رو انجام بده که احتمالاً توی پارت بعدی این قضیه رو شاید ببینیش. و نکته بعدی که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم اینه که ما ویلن اصلی ماجرا ندیدیم، کم از صحبت شد، یعنی در مورد وایلد هانت ها از طرف دیگه وایت فرست اصلا میبینیم که نکته اینجا گفته نمیشه و خب توی سکانس کوتاهی میان اونو فقط به ما نشونشون میدن. در مورد اتفاقات دیگه‌ای که داره اینجا میفته میبینی توی روند داستانی که داره جلو میره گرالت و ینفر سعی میکنن که به سیری در مورد اتفاقاتی که توی دنیا داره میفته آدمای مختلفی که میبینن بهش یاد بدن تا بتونن اونو پخته ترش بکنن و دنیای بزرگی که وجود داره آشنا بکننش. یه نکته دیگه ای هم که باید در مورد ویلگفورس بهتون بگم اینه که این شخصیت قبل از اینکه اصلا فصل اول بخواد ساخته بشه و قبل از اتفاقاتی که ما دیدیم
اون با پدر سیری در ارتباط بود و با هم دیگه همکاری میکردن و الان هم کاملا مشخصه که برای چی داره دنبال سیری میگرده تا بتونه از قدرتای اون استفاده بکنه. البته اینم بهتون بگم یه اتفاقی بین این دو نفره، یعنی هر دوشون میخوان هم دیگه استفاده بکنن. پدر سیری میخواد از ویلگی فورس استفاده بکنه، اونم میخواد از اون استفاده بکنه تا به هدفهای خودشون برسن. همچین همکار درست حسابی هم با هم دیگه نیستن. حالا کاری که ویلگی فورس میخواد بکنه چیه؟ همون کاریه که توی اسپیناف ویچر هم دیدیم، یعنی بیلوری که ما اونجا دیدیم و سعی کرد از اون قدرت رو استفاده بکنه تا بتونه اون قدرت هرج و مرج کامل برای خودش بگیره و معامله هایی که با وایت فراس میکرد تا بتونه قدرت خودش رو بیشتر بکنه و اینطوریه که نیاز داره که سیری و کنار خودش داشته باشه تا بتونه از قدرت های اونم استفاده کنه. البته خب ما میدونیم، بهتون گفتم یه قدرت بالاتر از این حرفای وجود داره که وایت فراست و احتمالاً جلوتر میان اونو به ما نشونش میدن. و یه نکته بعدی که بعد بهتون میگم در مورد وایت هانتاست، حالا اینجا میبینیم یه حضور خیلی کمرنگی داشتن، فکر میکردم بیشتر اینجا بیان به ما نشونشون بدن، ولی همین حضور کمرنگشون نشون میده شاید توی پارت دوم قراره که اونا رو بیشتر ببینیم و توجه بیشتری بهشون بشه. قدرت‌های سیری که داره می‌بینید که شبیه هم قدرت‌های هرج و مرج که وجود داره و خب در مورد این قدرت‌های هرج و مرج و کنترلش هم بارها می‌بینید که صحبت میشه توی روند داستان و حرفایی که ینیفر می‌زنه. و خب اینم بهتون بگم که وایت فراس باید بیاده، چون خب بالاخره ویلن اصلی ماجراست، ولی وایت فراسی که قراره توی سریال ببینیم با اون چیزی که توی کتاب و بازی کاملا متفاوته. وایت فراسی که اینجا داریم میبینیم مشخصه که یه شخصه، حالا اون شخص یه شخصیت عادی هم از صدای عادی هم داره، حتی میبینیم رد پای انسانی هم داره و بدون شک قراره که یکی از همون جادوگرایی باشه که داریم میبینیمش و شاید هم تا الان نشونش ندادن، ولی خب نکته که در موردش هست اینه که یه کاراکتر عادی قراره باهاش روبرو بشیم. وایت فراس دنبال اینه که بتونه از قدرت‌های مختلفی که سیری داره استفاده بکنه و اینطوریه که پاشو به دنیای ویچر باز بکنه و وقتی که اومد اونجا این دنیا رو فتح کرد شروع کنه توی مولتیورس‌های مختلف بره و اینطوریه که همه جا رو در بدقون بکنه، قدرت کامل رو به دست بیارتش. حالا بهتون گفتم وایت فراسی که حالا توی بازی داستانش متفاوت بود و وایت فراسی که اونجا داشتن به ما نشون میدادن بیشتر شبیه به یه عصر یخبندان بود. الفا هم میدونستید که دنبال این بودن تا بتونن به یه قدرتی برسن که جلو اتفاقاتی که قراره توی آینده بیفته و اون عصر یخبندانی که میخواد پیش بیاد و بگیرن و در اصل همین وایت فراس بوده که داشتن براش آماده میشدن تا نذارن که اون بیاد و قدرت بگیره. ولی شخصیت وایت فراسی که اینجا توی سریال داریم میبینیم احتمالاً یه شخصیتی میشه مثلا تانوس و قراره بیاد با اون قدرتی که داره کل دنیا رو به هم بریزه و مولتیورس رو بر خودش بکنه، بره سراغ دنیاهای مختلف تا همه رو در و داغونش بکنه و این چیزیه که احتمالاً توی سریال مسیرش قراره باش روبرو بشیم. در مجموع سریال توی فصل سوم خودش دارید میبینید که با سکانس اکشن خیلی خوبی شروع میشه. از طرف دیگه اون قسمت سیاسی ماجرا و جایی که میبینیم که گرالت وارد اتفاقات سیاسی و سیاستمداری میشه، چیزی که اصلا باهاش حال نمیکنه، پوشیدن لباسای لوکس، و از طرف دیگه مجلسی چیزیه که همیشه گرالت ازش فرار میکنه و میبینیم که اینجا داره بهش توجه میکنه که خیلی خوبه و میبینیم تا حدودی به کتاب دیگه وفادار مونده و مثل فصل گذشته خودش نیست که بخواد هرچی دلش میخواد بسازه، ولی بازم اونطور که باید شاید شبیه به کتاب نیست و اون وفاداری خودشو حفظ نمیکنه. تمرکز خیلی خوبی هم روی رابطه ینیفر و گرالت از طرف دیگه سیری داره، این خیلی خوبه، به شخصیت‌های مختلف اشاره میکنه، کاراکترهای مختلفی رو داریم اینجا میبینیم و هر کدوم هدف خاصی رو دارن که این نکته خیلی جالبی در موردشون. ولی باید اینو بهتون بگم که سریال در کنار اینکه حالا یه سری نقطه قوت به خودش اضافه کرده، نقاط ضعف خیلی زیادی داره. مثلا اگه بخوایم در مورد یکی از نقاط ضعف بزرگ صحبت بکنیم اینه که هر قسمت به نظر میرسه که کاتای خیلی سنگینی بهش خورده، یعنی مثلا قسمت اولی که حدود یک ساعت بود به نظر میرسه که بیشتر از این حرفا بوده و داریم میبینیم که سکانس‌های مختلف هی بارها کات میشه، یا توی قسمت‌های بعدی داریم می‌بینیم که این پرش‌های مختلفو داریم، اتفاقاتی که داره پیش میادش و به نظر می‌رسه که فقط عجله داشتن و می‌خواستن تو 5 تا قسمت سر و ته مثلا پارت اولو هم بیارم و داریم این اتفاقو با چشم می‌بینیم. این چیزیه که توی فصل اول هم بودیم، پرش‌های مختلفی که داشت، اینکه یه دفعه جابجا می‌شد باعث شده بود که مخاطبا حسابی عصبی بشن. توی فصل دوم این موضوع یه مقدار کنترل کرد، ولی فصل سوم داریم می‌بینیم که دوباره داره همین اتفاق پیش میاد که اصلاً جالب نیستش. در مورد جلوه‌های ویژن دارید می‌بینید توی فصل اول که اوضاع خیلی خراب بود، توی فصل دوم اوضاع بهتر شد، ولی باز داریم می‌بینیم اینجا به نظر می‌رسه که نتفلیکس کلاً کم داره هزینه می‌کنه، با اینکه این سریال جز پرطرفدارترین سریال‌هایی هم هستش که داره و مخاطبای زیادی هم با خودش همراه داره، ولی نمی‌دونم چرا هزینه کمی می‌کنه روی جلوه‌های ویژه و دارید می‌بینید که هیولای مختلفی که توی دنیای ویچر هستن ما درست حسابی نمی‌بینیم. این چهره‌ای هم که از بیشتر
هیلایی که تو این فصل دیدیم ساخته بود خیلی شبیه به همدیگه بودن و زیاد چنگی به دل نمیزد اونطور که باید جلوه‌ای ویژه‌اش، و سکانس‌های اکشنی که دو قسمت اول رو اوج خودش بود هر چی که جلو رفتیم دیدیم که این سکانس‌ها دور شدیم و اون پتانسیل اصلی که هنری داره برای بازی کردن توی سکانس‌های اکشن و اون پتانسیل اصلی که خود گرالت داره به عنوان یه ویچر می‌بینیم که زیاد ازش استفاده نمیشه و اون سکانس‌های اکشن خیلی کم میان بهمون نشون میدن، هرچند که دیدیم اگه بخوان روش کار بکنن و هزینه بکنن میتونن سکانس اکشن فوق‌العاده‌ای رو بهمون نشون بدن، ولی خب نمیدونم چرا نتفلیکس داره این کار رو انجام میده و فقط سه قسمت دیگه ای مونده تا فصل سوم تموم بشه و بهتر بگیم تا جایی که هنری تو این سریاله. با بیرون رفتن هنری مطمئنا خیلی از مخاطبا دیگه قرار نیست این سریال دنبال بکنن، چون لیام اونطور که باید و شاید به این نقش نمیشینه، نه توی سکانس فیلم‌های اکشن زیاد جالب، حالا خود کریس بود بازی طوری میشه گفتش که بالاخره 4 تا فیلم اکشن درست حسابی ازش دیدیم، ولی خب لیام همچین بازیگری نیست و این تغییر کردن بازیگره خب بدون شک روی اعصاب خیلی راه میره، یعنی این همه تایم حالا ما هنری رو دیدیم بعدش میاد تبدیل میشه به لیام اصلا جالب نیست و میتونه ضربه بزرگی به سریال بزنه و نمیدونیم اصلا سریال قرار چند تا فصل داشته باشه، قبلا قرار بود که فصل 4 فصل آخرش باشه، ولی با این روندی که پیش گرفته به نظر میرسه که شاید به فصل 5 و حتی 6 هم بخواد برسه و این مسیرش رو ادامه بده و خب بدون وجود هنری به نظر میرسه که زیادم نتونه دیگه موفق عمل کنه. همونطور که همیشه بهتون گفتم هنری خود سوپرمنه، اینجا هم بهتون میگم که هنری خود گرالته، یعنی واقعا این دوتا نقش جزو دوتا نقش فوق‌العاده‌ای بودش که هنری میتونست بازی بکنه و بهش میومد و توی دوتاشون هم داریم میبینیم که با اون ناسازگاری‌های مختلفی که باهاش داشتن و اینکه میبینیم اصلا توجهی نمی‌کنن به اون چیزی که مخاطب میخواد، اینکه به کتابا وفادار نیستن و این نکته‌هایی که باعث شدش که هنری از این نقش بخواد کنار بره و بیخیال این اتفاقات بشه و قراره که توی یه مجموعه جدیدی که از آمازون ساخته میشه به اسم وارهمر اونجا ببینیمش و دو مرتبه وارد یه نقش اکشن جدید بشه. در مجموع امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشی، حتما نظر توری داری داخل کامنت ها برام بنویس، نکته ای مگه من بهش اشاره نکردم داخل کتاب دیده بودی اونم حتما داخل کامنت ها بگو تا بقیه بچه‌ها متوجه اتفاقات بشن، و لایک و ساب و زنگوله هم یاد نره فعالش بکنی، اینطوری میتونی محتوی جدیدی که میسازم راحتر دسترس داشته باشی، بیای توی کانال و ویدیو جدید رو تماشا بکنی و ویدیو بررسی قسمت دهم سریال سایلر رو براتون میذارم اینجا، میتونی کلیک بکنی و بریم ویدیو رو هم تماشا بکنی. در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعد. بدرود.